مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی، به حمایت از این دختر جوان برخواستند. و وقتی که جهانیان متوجه شدند و به چش دیدن، به عینیت دیدن که یک چنین فضایی در داخل و خارج از کشور وجود اومده و طبیعتاً از کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی فرقی تبهکاران و سایر کشورهای جهان خارج شده، برای تفرقه و جدایی بین میهن پرستانی که یک دل و یک صدا به خیابون اومده بودند، اراذل اوباش خودشون رو که سالها اونها رو در آخرها بهشون آب و علوفه داده بودن، یکی پس از دیگری بیرون کشیدن که برخی از نامها رو ما نشنیده بودیم، یا اگر شنیده بودیم فقط در سطح بسیار معمولی بود. و خب طبیعتاً جهانیان از اونجایی که میلیاردها دلار خرج کردن، سناریوهای قوی نوشتن، برنامه‌ریزی‌های زیادی کردن که جریان ناسیونالیست که رهبریتش در دستان پهلوی سوم هست به ایران باز نگرده، با بازی کردن با مهره پهلوی و وادار کردن شخص اول مملکت که در کنار مشتی نوکر، مزدور، اجنبی، خائن، بیگانه پرست و بی سواد ایشون رو نشوندن، که خب طبیعتاً با واکنش بسیار خوب، آگاهانه، سازنده و روشنگرانه میهن پرستان مواجه شدن که خودشون الان دیگه در این سناریو موندن. ولی یک چیزی کاملا واضح و روشنه، و آن این که با مهره پهلوی، با نام پهلوی به هیچ طریقی نمیتونن به سمت منفی بازی کنن. خیلی راحت عرض کنم، امریکایی ها و انگلیس ها و چپ جهان اساسا تمام سعیشون در طول این سالها بر این بوده که نام پهلوی رو بسوزونن، این مهره رو بسوزونن، این شاه مهره رو بسوزونن، و مدام میخواستن که اعلیحضرت رو به بازی بگیرن توسط عواملشون اینور و اونور، در این رادیوها، تلویزیونها، در این مکانهای بسیار دروغین که به دروغ به خودشون میگن رسانه‌های گروهی، جهت آگاهی دادن به ملت ایران، در حالی که اینا نه تنها آگاهی نمیدن بلکه آن آگاهی هم که ملت ایران دارن اون مقدار آگاهی هم با پخش دروغ و اخبار بسیار فاسد و کذب، اون مقدار از آگاهی ملت ایران رو هم ازشون دارن میگیرن. و در طول این سالها خواستن که اعلیحضرت رو مجبور کنن ایشون تو برخی از بازی‌ها وارد بشن، از جمله این که افراد خودشون روی خط‌های تلفن می‌آوردن یا به عنوان تحلیلگران دروغین، مفسرین سیاسی دروغین، کنشگر سیاسی دروغین، نویسنده دروغین، مقاله نویس دروغین، ورزشکار دروغین، فعال سیاسی دروغین، زندانی سیاسی دروغین، هنرمند دروغین و سایر دروغ‌هایی که اینها به خورد ملت ایران دادن، چهره‌های مختلفی که توسط میهن پرستان هر از چنگ‌های اینا سوختن و مهره‌های جدید اومدن جاشو گرفتن، این موضوع رو می‌خواستن در جامعه جا بیاندازن که آقا ایشون نمی‌خواد کاری بکنه، هر از چنگ‌های میاد یه اعلامیه میده میره، چرا شما فراخوان نمی‌دید، چرا شما شاهزاده رضا پهلوی رهبریتو به دست نمیگیرین، چرا شما صراحتا نمیگویید من رهبر ملتم، چرا شما صراحتا نمیگویید من یا شاه هستم یا نیستم، و چرا و چرا و چرا. و طبیعتا پادشاه قانونی کشورمون که در یک فضای سیاسی به دنیا اومدن و در یک فضای سیاسی شکل گرفتن با داشتن استاد بزرگی، مربی بزرگی به نام خدایگان آریامهر بزرگ و اولیاءالله شهبانو فرای پهلوی بزرگ، هیچگاه وارد بازی غربی ها، شرقی ها، چپی ها، راستی ها نشدن و مدام با مانورهای بسیار زیرکانه، ماهرانه، استادانه از کنار پرسش های بیهوده، پرسش هایی که هدفش فقط قلب ناسیونالیسم ایرانی رو نشانه گرفته بود، به موقع با مانورهای صحیح ملت ایران، کشور ایران، ناسیونالیست ایرانی رو نجات دادن. و این بار نیز در یک پیچ دیگر تاریخ قرار گرفتیم که من شک و تردیدی ندارم به زودی زود از این پیچ تاریخ هم عبور خواهیم کرد، آخرین پیچی که به جلوی پای ما حزب دموکرات امریکا، چپ اسرائیل، چپ جهان و نه فقط چپ جهان، این رو ما به عنوان یک دیکته اشتباه در مغز خودمون نذاریم، راست جهان هم به همیشه، چون در نهایت ناسیونالیسم وقتی در ایران شکل بگیره
همونطور که داریم میبینیم خاورمیانه هم منتظره که تکلیف ایران روشن بشه. الان مردم نگونبخت عراق از ظلم و جور امریکایی ها که کشورشون 20 سال اشغال شده و گفتن صدام یک دیکتاتور بوده که بوده و کشتنش تا عراق رو به دموکراسی برسونن، بعد از گذشت 20 سال یکی از کشورهای مهم نفخیز جهان، امروز مردمش در فقر و فلاکت و بدبختی و بیابی و خوشسالی و بیکاری و مافیا و جنایت و جرم و همین بلاهایی که بر سر ما در ایران اومده بر سر مردم نگونبخت عراق هم اومده، که میزان فقر در اون کشور و تورم و بیکاری از ایران هم بیشتره. و یا سوریه که میبینیم به این روز افتاده که دیگه نامی فقط از این کشور به اصطلاح باقی مونده، کشور کاملا در اشغال نیروهای بیگانه است، مقدارش رو روسا گرفتن، مقدارش رو اسرائیلی‌ها گرفتن، مقدارش رو جمهوری اشغالی اسلامی اشغال کرده، مقدارش رو امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها گرفتن و به هر حال منطقه‌ای شده که جهت مانورهای جنگی و زورآزمایی بین کشورهای جهانه. و سایر کشورهای منطقه هم هر کدومشون از فساد که غرق شدن در این فساد و خرافات و تباهی، جوانانشون خب اونها مثل همه ما با دنبال کردن مسائل که در جهان اتفاق میفته از طریق اینترنت آگاه شدن و به این ترتیب رفته رفته اسلامی که 1400 سال پیش با زور شمشیر و به نام خدا و رسول خدا گردن زدن تا بتونن یک ایدئولوژی پس مانده و عقب مانده رو به قدرت برسونن، امروز تمام کشورهای به اصطلاح اسلامی منطقه از جمله عربستان سعودی و سایر کشورها جوانانشون خواهان بازگشت به حد اقل هستن، یعنی به آن چیزی که بهش میگن به هویت‌های خودشون، که البته نمیشه به هویت ملی، چون عرب داره هویت ملی نیستن، به صورت عشیره‌ای قبیله‌ای زندگی میکرد، ولی به هر حال خواهان این هستن که برگردن به جایگاهی که بتوانن آزادانه زندگی کنن. و دولت‌های عربی هم در این لحظات در طول این چند سال اخیر با دادن امتیازات بسیار کوچک و پیش و پا افتاده جلوی خشم و خروش و اعتراض و اعتصاب ملت‌ها رو میگیره و با برپای مسابقات فوتبال جام جهانی یا ساختمان سازی آوردن یه سری ظواهر غربی در برخی از کشورهای منطقه از جمله در بحرین و قطر و امارات و عرض کنم امارات عربی و کویت و عمان جلوی یک انفجار عمومی رو گرفتن و همه منتظرن که تکلیف ایران روشن بشه، چون ایران به خاطر داشتن یک موقعیت تاریخی در وهله اول که هویت ملی داره، تاریخ داره، ریشه داره، شناسنامه داره، قبیله‌ای نبوده، عشیره‌ای نبوده، بیابانگرد نبوده، بادیه‌نشین نبوده، ملتی بوده همیشه شهرنشین، اندیشمندانی رو به جهان هدیه کرده، در علم و دانش همیشه پیشرو بوده و تمدن ایرانی رو، تمدن آریایی رو به جهان صادر کرده، نه با زور شمشیر بلکه با مهر و محبت، با عدالت. از نظر قدرت نظامی یکی از قدرت‌های برتر جهان بوده، نخستین امپراتوری بزرگ جهان بوده که امروز تمام جهان در برابر اون عظمت هخامنشیان، اون عظمت اشکانیان، اون عظمت ساسانیان سر تعظیم فرود میارن که تا به امروز چنین امپراتوری در جهان شکل نگرفته، اونم با وسایل آن موقع. به هر حال تکلیف ایران مشخص، ملتی هستیم که دارای هویت ملی هستیم، ریشه در دل تاریخ داریم، به تمدن بشریت، به علم در جهان، به فرهنگ و هنر خدمات شایانی کردیم، بزرگانی رو چون سعدی، حافظ، خیام، فارابی، فردوسی، مولوی، ابن سینا، بابا طاهر و خیلی دیگر از بزرگان رو به جهانیان رازی بزرگ اهدا کردیم، شهرهای آبادی داشتیم که در این شهرها دارای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و هنری نامی بودیم، سمرقند، بخارا، تاشکند، دوشنبه، اشخاباد، باکو، ایروان، نخجوان و شهر ری، حکمتانه، اصفهان، شیراز و سایر نقاط مملکتمون، که باید تکلیف ایران نخست مشخص بشه که بیشک و تردید جهان در برابر این موضوع داره سخت مقاومت میکنه. یک روز از سوئد یک نام ناآشنایی که مشخص نیست عضو گروه های همجنسگراست، مشخص نیست چپه، مشخص نیست چه جونوریه، به نام آخوندزاده را میارن و یک روز یک بیسوادی رو از بلژیک میارن که تا چندی پیش در دامان جمهوری اشغالگر اسلامی بوده به عنوان نماینده مجلس بلژیک،
که خودش و شوهرش پرونده های روشنی ندارن، بلکه بسیار تاریک. یک روزی ارازل اوباش دیگری رو مثل معصوم قومی، مثل حامد کیسه کش، مثل چیچی بنیادی، مثل چیچی شیفته فراهانی، که همشون سر در آخر کمپانی های ارزان قیمت پرنو و دیگه سینما و چه و چه دارن، اینها رو با قیمت های بسیار ارزانی خریدن، از دور افتاده ترین نقاط کشور اینا رو آوردن، روشون یه سرمایه گذاری های کمی کردن با چند دست رخت و لباس و کفش و پول و ماشین و 7-8 تا عکس و بردنشون به کاخ پیش یکی از نوکران فراماسون‌ها در پاریس، در اون الیزه، و رفته رفته ازشون چهره ساختن، اسم ساختن، ولی اسامی که پشتشون همه خالیه، درونشون توهیه، بیگانه پرستن، یک مشتم چاقوکش و لات و بیشرف و قمکش و تیخکش هم دور خودشون را انداختن، که اینها در دنیاهای مجازی با داشتن چند هزار دلار فضای دنیای مجازی رو به نفع خودشون دارن تغییر میدن و مسموم میکنن، و یک موجی از میهن پرستان واقعی رو عرض کنم مشغول کردن در دنیاهای مجازی، که اینها هر حال بچه‌ها مجبورن گرفتار این اراذل اوباش بشن. یه سری عوامل دیگه شون هم تحت عنوان ورزشکار، تحت عنوان نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی، نویسنده سیاسی، تحلیلگر و چه و چه و چه در گوشه و کنار جهان دور خودشون جمع کردن تا از نام‌های آنها، نام‌هایی که البته اینها برای اونها ساختن، یعنی اونها دارای نامی نیستن و هیچ پیشینه صحیح سیاسی هم ندارن، مثل عباس میلانی که وقتی شما به کارنامه 40 اندی سال پیشش نگاه می‌کنی، یه توده‌ای که در ایران دستگیر شد با یک سری از خرابکارا که در دادگاه تقاضای عفو کرد از پادشاه خدایگان آریامهر بزرگ، و یا سایری مثل اکبر گنجی که پونز میچسبون روی پیشونی بچه‌های مردم در اول شورش 57، مثل تاجزاده یکی از عوامل اطلاعاتی فرقه طبقه‌را، مثل سارق چچی کلام که اونم یکی از عوامل مؤثر اطلاعاتی جمهوری اشغالگر اسلامی است که تئوریسین هست برای جمهوری اشغالگر اسلامی، مثل محسن یادگارا که این در خارج از کشور کار میکنه و سارق کثافت کلام در داخل کشور، و یه سری مهره های دیگه هم دارن، مثل تبرزدی که ازش به عنوان یک شخص سیاسی نام میبرن، یا اون نرگس توپر، یا اون نسرین سیتوده. این عوامل بسیار تهی مغز و بی‌هویت و پست و فرومایه که هر کدومشون با چند هزار دلار یا با وعده‌های بسیار بسیار پایین، با وعده‌های دروغینی مثل نوریزاد در ایران می‌خرن، هر از چنگای ساکتشون می‌کنن، فعلا نباید حرف بزنیم، بعد دوباره میارنشون تو بازی، و عوامل دیگری هم مثل فرشگردی‌ها رو میارن، بعد اینجا یک مرتبه بزرگ میشن، از دلشون یک افرادی بیرون میاد که تا این لحظه خودشون رو کاملاً به شخص اعلیحضرت نزدیک کردن. البته بچه‌ها با دقت هر چه تمام‌تر زیر نظرشون دارن، که اینجا میان حزب میزنن، گروه میزنن و روزنامه بیرون میدن، بعد یه مرتبه سر از یه دیگه در میارن، بعد اینجوری میشن، بعد اونجوری میشن، و یه ایده هم به اسم تحلیلگر این برونور میان و فضایی رو به وجود آوردن که این فضا کاملا در دست اینهاست. منتهای مراتب یه چیزی رو این ابلهان، واقعا ابله، نمیدونن، و اون این هستش که جنبش ناسیونالیست در ایران کار امروز نیست. این جنبش به خاطر آمدن یک بیمار روانی از نوفل دوشاتو یک مرتبه متولد نشده. جنبش ناسیونالیست از زمانی در ایران شکل گرفت، قدرت گرفت، قوت گرفت، که یک جوان سلحشور آریایی اصیل از قوم پارس که در کنار قوم ماد از حکمتانه سر علم کرد، سر بلند کرد، و سرانجام به عنوان شاه شاهان، شاه بزرگ، کوروش بزرگ اعلام پادشاهی کردن، از اون موقع بود که ناسیونالیست در درون ایرانی قوت گرفت و هر کدوم از پادشاهان ایران که به قدرت رسیدن این بخش مهم ایرانی رو، یعنی بخش میهن‌پرستی رو بهش قوت دادن، بهش یک نیروی دادن، و رفته 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 با همین سلاح میهن پرستی و با حفظ آداب و سنن ملی خودمون، به مانند نوروز که یک جشن چند هزار ساله است که برآمده از جمشید جم هست، عرض کنم ما توانستیم ایران رو تا به اینجا برسونیم. طبیعی است در این راستا
میلیون ها میهن پرست و سرباز و گمنام رو از دست دادیم.